بازیکنی که در این فصل به تیم پرسپولیس تهران گل زد و گل سنتیاز مسیحا را در کرمان به ثمر رساند. تو فرستاد میشه، قاضی میتونه ضربه سر را بزنه، طالبی ضربه او. اسماعیل فرهادی، اینا بازیکنانی هستن که در تیم ذوباهن خصوصیت دو پا بودن رو دارن. قاضی یک ضربه از راه دور که از کنار دروازه به بیرون میره. رجب زاده خودش باشه تو قرار گرفته، حالا این کره را انجام ده، به دروازه، توی دروازه گل برای ذوباهن به ثمر میرسه. چه گل زیبایی هم به ثمر میرسه. ذوباهن 1 مثل کرمان 3. خود خلعتبری مأمور زدن این ضربه هست، توپ رو میفرسته به دروازه و توپی که با اختلاف کمی از روی دروازه عبور کرد و به بیرون رفت. اشتباه میکنن بازیکنان مس. کاسرو حالا برای حدادی میتونه شوت هم بزنه. حدادی یه پاس خوب دیگه، خلعتبری ضربه رو میزنه اما دقت لازم رو نداره و تو به بیرون میره. خود کاسرو به خوبی توپ رو میگیره. ایگور کاسرو اگر حدادی رو ببینه، به حدادی موقع داره. گل دوم توی دروازه قاسم حدادی کار رو تمام میکنه در 91مین دقیقه مسابقه. بازی که انجام شده بود و تکرار شد، خب یه مقداری سخت بود هم برای ما و هم برای تیم ذوباهن، ولی خب نهایتا تیم ذوباهن بازی رو برد. منم تبریک میگم به تیم ذوباهن و از طرفی به بازیکن‌های خودم هم تبریک میگم، به خاطر اینکه هم فوتبال خوبی رو بازی کردن و هم به نظر من چهره یه تیم بازنده رو نداشتن. من فکر کنم هم آرامشش رو داشتیم، هم تو طول بازی کارهای فنیمون رو انجام دادیم و در نهایت یه جنگ فیزیکی توی وسط زمین باید صورت میگرفت که ما تونستیم توی این زمین موفق باشیم. یه جایی تعلل داشتیم ولی در مجموع من فکر کنم از فوتبالی که بچه‌ها انجام دادن همه راضیه. همه مردم اصفهان دیدین امروز چقدر اومده بودن تو استادیوم، اومده بودن برای حمایت تیمشون. در مورد اون بحثایی که بعد از بازی شد صحبت می‌کنیم، اون نامه با هنر و تومارها و مصاحبه‌ای که شد علیه باشگاه اصفهانی. من اون موقع صحبت نکردم، الانم نیاز نیست که صحبت بکنم چون نمودارش شما بازی رو می‌بینید. من اون موقع صحبت کردم که در نهایت تابلوی نتایج، تابلوی اون جدول مسابقات جایگاه تیم‌ها رو نشون میده و الانم شرایطمون به این شکل. اول بازی به سمت های مفاوی نرفتین، توضیح میدین؟ اولا که من به دلیلی که کار داشتم تو رخشند دیر رفتم کنار زمین، ولی مجموعه تیممون اون وظیفه‌شون انجام دادن، رفتم برای استقبال. اما زیاد خودم هم از نظر شخصی تمایل نداشتم برم. دلیل تمایلم این بود که با حرفایی که صحبتایی که شده بود قبل، من فکر کنم که هرچی صحبت نکنیم، هرچی حرف نزنیم، هرچی فاصله داشته باشیم از همدیگه، آرامش با یه آرامش میتونیم کارمون انجام بدیم. فقط به همین دلیل.